نامزدهای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفا به شرح زیر می باشد: 1. آقای مسعود پزشکیان، 2. آقای مصطفی پور محمدی، 3. آقای سعید جلیلی، 4. آقای علی رضا زاکانی، 5. آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، 6. آقای محمد باقر قالیباف. باید به نظر شورای نگهبان تمکین کنند. داوطلبان باید تمکین بکنه، چون به حال پذیرفتن که در کشور جمهوری اسلامی اومدن پست بگیرم. شاید صلاحیتشو نداشتم که کار انجام بدم برای مملکتم. تحت صلاحیت شدم. قرار نیست که دعوا کنم. ما در این دوره 5 مناظره رو در نظر گرفتیم که پیشبینی ما حدود 3 ساعت و نیم الی 4 ساعت برای برگزاری هر مناظره خواهد بود. مناظره ها طراحیش به این گونه است که از بعد از مغرب انشالله شروع خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. به خبرهای امشب خوش آمدید. اسامی نامزدهای قطعی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. گود انتخابات 14 6 گوشه دارد. طبق اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، نامزدها عبارتند از آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی و محمد باقر قالیباف. سخنگوی ستاد انتخابات هم گفت بر اساس قانون با اعلام اسامی تبلیغات رسمی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از شروع اخذ رأی، یعنی ساعت 8 صبح پنجشنبه 7 تیر ادامه دارد. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه 8 تیر برگزار خواهد شد. اما لحظاتی پس از اعلام نتایج فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری، خبرنگاران ما به میان مردم رفتند. زد میکنی؟ آها بده من. خبر جدید رو شنیدی؟ نه، راجع به چی؟ این خبر رو شنیدی؟ نه، نشنیدم. امروز من و همکارم با این خبر میون شما مردم اومدیم تا نظرتون رو درباره تایید صلاحیت داوطلبان و تمکین از شورای نگهبان بدونیم. گزارش منبع رسمی شورای نگهبان در جلسه صبح امروز که با حضور اعضا برگزار شد، پس از چند روز جلسه پی در پی، نفرات احراز صلاحیت شده 14 دوره ریاست جمهوری اعلام کرد. لیست نامزدهای احراز صلاحیت شده به شرح زیر است. خب ان شاءالله که خیره. نامزد مورد نظر شما تایید صلاحیت نشد، چیکار می‌کنید؟ باید به نظر شورای نگهبان تمکین کنند. داوطلبان باید تمکین بکنه، چون به هر حال پذیرفتن که در کشور جمهوری اسلامی اومدن پست بگیرن و هر آنچه که قانون اساسی و شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی و فیلترهایی که باید اینا رد بشن تایید میکنن، اینا باید تمکین بکنن. قطعا باید تمکین بکنن، قاعدتا چون طبق قانون رفتن زیر این مجموعه حتما باید احترام بذارن. پذیرفتن دیگه، سیستم شورای نگهبان رو پذیرفتن، باید احترام بذارن. اعتراض معنی نداره، 100% باید احترام بذارن دیگه. چرا احترام نذارن؟ شاید صلاحیتشو نداشتم که کار انجام بدم برای مملکتم، رد صلاحیت شدم، قرار نیست که دعوا کنم. باید تمکین کنیم، به نظر جمع باید به قول ما به جامعه احترام بذاریم. احراز صلاحیت نشدن پایان کاری نیست. پایان کار نه، اصلا اینطوری نیستش که شما به هر حال اونا هم یه سوادی دارن که مال بقیه جاها بخوام به کار بیان. شما نتونستی رئیس جمهور بشی، میتونی بری تو پست دیگه، جای دیگه، جایی که تواناییشو داری، بتونی یه گره از گلهای مردم باز کنی، بری کار کنی. با اعلام ستاد انتخابات کشور، امشب جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور و بعد از جلسه سران قوا برگزار می شود. و اما خبرهای بیشتر در بسته انتخاباتی امشب 23. با اعلام اسامی قطعی نامزدها، تحلیل ها از تقابل در آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری به اوج رسیده و بیانیه ها و تکذیبی های پشت‌بندش رو شاهدیم تا ساخت محتوای طنز از جدی ترین موضوع این روزهای سپهر سیاسی کشور.
علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف معرفی شد و علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد پزشکیان شد. برخی گمانه ها با استناد به یک سری نظرسنجی ها از حالا سرنوشت ریاست جمهوری 14 هم رو در دور دوم میبینن. رئیس رسانه ملی گفته افراد زینف صدا و سیما از عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی برنامه های انتخابات به دورن. امشب ساعت 10 آیین قرعه کشی برنامه های انتخاباتی نامزدها انجام میشه. از اصلاحات خبر رسیده. تشکیل جلسه اضطراری هیئت رئیسه دادن برای نحوه حمایت از کاندیدای جبهه‌شون. با اعلام قطعی اسم زاکانی در فهرست نهایی شورای نگهبان که گفته این بار تا آخر میمونه و از انصراف خبری نیست، حالا شهردار تهران باید به فکر مرخصی باشه. بعد از اعلام رسمی نامزدهای تایید شده، پزشکیان با عارف معاون اول دولت اصلاحات دیدار کرد. قاضی‌زاده هاشمی هم گفته پس فردا نشست خبری میگذاره. روز شمار انتخابات روی عدد 19 و با نهایی شدن فهرست نامزدها سوت آغاز تبلیغات هم زده شد. تا 8 صبح روز پنجشنبه 7 تیر این 6 نفر فرصت تبلیغات دارن. ما باید در داخل کشور وحدت و انسجام بین تمام گروه ها، جناح ها، دسته ها و حزب ها ایجاد کنیم. نام دولت 14 دولت قرار و اولویت هایش عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود. ما در 10 سال گذشته در گفتمانی به اسم دولت سایه به این اندیشیده ایم. آمدم تا با مشارکت مردم خط اصلی انقلاب و گفتمان خدمت صادقانه را در دولت خدمت محور قرار دهیم. انقلاب سازوکاری مورد نظر یعنی انقلابی در رویکردها، کارکردها، ساختارها و مدل حکمرانی. من هم مانند همه بدون اشکال نیستم، تنها دیکته نانوشته است که غلط ندارد. رسانه ملی وسط گود انتخابات، منتظر دیدن چه قاب‌هایی از این ایام باشیم. رئیس سازمان صدا و سیما جزئیات برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو در رادیو و تلویزیون اعلام کرد. به گفته آقای جبلی 5 مناظره و 3 میزگرد در حوزه حکمرانی، سیاست خارجی و اقتصاد از جمله برنامه‌های طراحی شده است. نامزدها می توانند با همراهی حداکثر 2 نفر از مشاوران خود در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند. مناظره ها طراحیش به این گونه است که از بعد از مغرب انشاءالله شروع خواهد شد و همونجوری که عرض کردم پیشبینی ما حداقل 3.5 ساعت هست برای هر مناظره. بعد از مناظره و هر مناظره هم طراحی شده برنامه‌ای که به تحلیل مناظره از ابعاد مختلف بپردازه که انشاءالله از یکی از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد. مناظره ها در شبکه اول سیما انشاءالله اجرا خواهد شد. هر نامزد 1 شبکه و 1 استدیوی اختصاصی خواهد داشت. ساترا و تلویبیون هم بازوهای مجازی رسانه ملی در انتخابات هستند. در حوزه فضای مجازی سامانه تلویبیون با مخاطبان 10 میلیونی در اختیار نامزدهای محترم خواهد بود. هر نامزدی میتونه از امکان یک کانال اختصاصی 24 ساعته تلویبیون بهش برخوردار بشه. ما استودیوی اختصاصی در اختیار نامزدهای محترم قرار خواهیم داد، بتونن هم برنامه‌های خودشون رو، ویدیوهای خودشون رو، برنامه‌های دیگه‌ای رو که دارن از طریق تلویزیون پخش بکنن با اینترنت رایگان. تقویت فناوری‌های نوین در آینده حکمرانی، مأموریت سرپرست ریاست جمهوری به زیر مجموعه. آقای مخبر در جلسه هیئت دولت از معاونت علمی و فناوری و وزیران علوم و بهداشت خواست با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه توانمندی کشور در فناوری‌های نوین رو تقویت کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این جلسه از رونمایی یک ماهواره جدید آماده پرتاب خبر داد. هشدار وزارت صنعت به خودروسازها: فروش اینترنتی رو شفاف کنید. معاون وزیر صنعت میگه در فروش اینترنتی خودرو ابتدا باید قرارداد فروش شفاف در اختیار خریدار قرار بگیره و بعد وجه دریافت بشه. بعضا مشاهده میشه اول دریافت وجه میکنن، بعدن قرارداد رو ارسال میکنن. اینا همه تخلف هست. اما مواردی که
این طور باشه اینجا من تذکرش رو رسانه عرض میکنم، ولی اگه تکرار بشه حتما ما اینو تخلف محسوب میکنیم و معرفی میشن به نهادهای نظارتی. بانکهای خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن نمره قبولی نگرفتن. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با گلایه از این بانک ها گفت عملکرد برخی بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن همچنان صفر یا بسیار ناچیزه. برخی از اینها هم در سال گذشته یعنی 401 و هم در 402 عملکردشون قابل قبول نبوده و مردود بودن، مثل مثلا بانک های سرمایه خاورمیانه دی، اینها همچنان در واقع وارد عملیات نهضت نشدن. بعضی از بانک‌ها هستن که شروع کردن در سال‌ها در آغاز نهضت هیچ عملکردی نداشتن، شروع کردن ولی هنوز ناکافیه، مثل بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، بانک پاسارگاد، کارآفرین، پارسیان. اینها همچنان در واقع تا تعهدات خودشون فاصله خیلی زیادی دارن، در سال اول عملکردشون صفر بوده، شروع کردن ولی اعدادش آنقدر کمه که نمیتونیم اینها رو در مقایسه با بانک‌های اول قرار بدیم. کنار هم قرار دادن اینها جفای به بانک‌هایی است که تسهیلات ویژه دادن. شرکت دولتی تخلف می‌کند از وظایفش، این بلا درنگ باید مدیرش برکنار بشه و اعلام بشه و اعلام بشه. عمل دولت به قول رئیس جمهور شهید، 5 مدیر ناکارآمد از سمتشون برکنار شدن. این خبر رو معاون اجرایی ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت در آخرین سفر استانی دولت به مازندران قرار شد 10 مدیر استانی برکنار شوند که صبح امروز 5 مدیر تغییر کرد و 5 نفر باقی مانده نیز در حال جابجایی هستند. آقای منصوری تاکید کرد علاوه بر ناکارآمدی، فساد مدیران هم زیر ذره بین نظارتی دولت است و از مردم خواست تخلف‌های مدیریتی را به شماره تلفن 2777 گزارش کند. در مدتی که از فعالسازی مرکز می‌گذره که مدت خیلی زیادی هم نیست، بیش از 1000 پرونده مؤثر و قابل توجه در این مجموعه تشکیل شده و فعالسازی شده و از این 1000 پرونده بیشتر از 500 تاش به نتیجه کامل رسیده. اگر هر گزارشی در رابطه با موضوعات مختلف ببیشه، این مرکز تمرکز اصلیش در سرفصل رشوه هست، مبارزه با در حقیقت اخذ رشوه، پرداخت رشوه در دستگاه‌های مختلف. این مرکز روی این موضوع متمرکز هست. هر گزارشی باشه انشاءالله دوستان ما با جدیت دنبال میکنند و رسیدگی میکنند. بررسی شیوه مدیریت مصرف انرژی در تابستان در دستور کار بهارستان. در نشست علنی امروز مجلس، گزارش وزیر نیرو درباره مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال روی میز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. آقای مهرابیان گفت دولت با مدیریت مصرف برق در بخش‌های خانگی، ادارات و صنایع ناترازی‌ها را در مصرف برق بهبود بخشیده. وزیر نیرو همچنین از برنامه‌های تشویقی وزارتخانه‌اش در تابستان امسال برای مشترکان کم مصرف خبر داد. امسال ما پویش با انرژی رو گذاشتیم. پویش با انرژی با استفاده از ابزار هوش مصنوعی ارتباط برقرار میکند با هر مصرف کننده و روش‌های کاهش مصرف رو به هر مصرف کننده گوشزد میکند و آموزش میدهد. در چارچوب این پویش پیش بینی شده میلیون ها جایزه به مشترکین پرداخت شود. دو ثانیه قفلت، یک عمر حسرت. شادی زودهنگام کار دست کشتیگیر جوان ایرانی بود. در نیمه نهایی وزن 67 کیلوگرم مسابقات کشتی مجارستان، سعید اسماعیلی در حالی که از حریف پیش بود و فقط 2 ثانیه به پایان مسابقه مانده بود، برابر حریف کوبایی جشن پیروزی گرفت. سانچز هم از خدا خواسته فن 4 امتیازی رو روی اسماعیلی زد و به همین راحتی جای برنده و بازنده عوض شد. 2 ثانیه پشت کردن به حریف دیدار نهایی رو از این کشتیگیر خوب کشورمون گرفت. این روزها صحبت از انتخابات در فضای مجازی داغ شده. کاربران از ویژگی هایی میگن که فرد اسلحه باید داشته باشه. ویژگی هایی که مردمان سال 1360 هم در کاندیداهای ریاست جمهوری دنبالش بودند. مردمان سال 1403 و مردمان سال 1360 یک درد مشترک دارند. هر دو
سیاه‌پوش رئیس جمهور منتخبشان شدند. حالا این دو نسل از خودشان یک سوال مشترک پرسیدند. 1403 ها نوشتند ویژگی های نماینده اصلح چیست؟ 1360 ها هم پرسیدند چه خصوصیاتی باید رئیس جمهور که شما انتخاب میکنید داشته باشه؟ اینها که میشنوید پاسخ دو نسل است. ما کسی رو میخواییم که واقعا دلسوز باشه. به کسی رأی میدیم که روز جمعه هم برای سرکشی به مردم و رفع محرومیت آرامش رو از خودش و خانوادش سلب کنه. واقعا باید برای مردم کار کنه، نه که وقتی به ریاست رسید خودش رو گم کنه. آقایون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ما رئیس جمهور فراری از مردم نمیخوایم. یکی میخوایم مثل رئیسی وسط مردم باشه. یه رئیس جمهوری باشه که از مردم باشه، تو این مردم زندگی کرده باشه، درد این مردم رو بدونه. مردم باید کسی رو انتخاب کنن که خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده. یکی رئیس جمهور انتخاب کنه که مثل آقای رجایی مکتبی باشه و آینده مملکت رو بسازه. ما رئیس جمهوری رو انتخاب میکنیم که آینده کشور مصلحت مملکت رو با هیچ چیز تاخت نزنه. یه رئیس جمهور مکتبی بخوایم که برای این مملکت واقعا کار بکنه. همین عکس برای این روزهای انتخابات و چه بسا چهار سال آینده کافیه که به یاد داشته باشیم فرق میکنه به چه کسی رأی بدیم. تداست مکتبی باشم، اسلامی باشم، متحد به اسلام و خدمتگزار مردم باشم. این مردم طعم خدمت صادقانه رو چشیدن. خدمتگزار میخوان، نه چیزای دیگه. نه غربی باشه، نه شرقی و طرفدار مستضعفان باشه. رئیس جمهور باید از جنس مردم باشه، نه مرفه بی درد. مردم به این نشانک های توسی و قرمز کنار صفحه یکی دیگر هم اضافه کردند. از روی روزنامه سال 1360 که جمله سید علی خامنه ای روی آن درج شده. برنامه اوست برای ریاست جمهوری. سیاست های اقتصادی کشور باید به سمت حمایت از محرومان باشد. جهت دولت و دستگاه اجرایی رو باید جهتی قرار بدیم که به سود مستضعفین باشه. حالا مردمان سال 1403 صاحب این صفات را می جویند. می گویند فرد اصلح جایی ایستاده میان این عبارت ها. زهرا عزت‌خا، خبرگزاری صدا و سیما. رسانه های فارسی زبان خارجی در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری با جفسازی رسانه ای آرزوهایشان را بلند بلند میگویند که مردم ایران در انتخابات شرکت نمی کنند. مردمی که تصاویر حضورشون در اجتماعات در قاب این رسانه ها جایی ندارد. زمانی که ایران به تلافی حمله صهیونیست ها عملیات وعده صادق را برپا کرد، گفتند مردم ایران نگران از این اتفاقند. مردم ایران نگرانند که افزایش تنش به جنگ منجر می شود یا نه. منتظر بودیم، ما از همون شبی که زدن کنسولگریمون منتظر این اتفاق بودیم. عالی بود پاسخشون، بهترین پاسخی که می شد بده داده. خیلی خوشحالم واقعا، یعنی قدرتشون نشون داد به کل جهان. افتخار ما جمهوری اسلامی ایران. بعد از شهادت رئیس جمهور و همراهانشان، این چند نفر را صدای مردم ایران نامیدند. این جمعیت مخالفان جمهوری اسلامی، گفتند این جمعیت مردم ایران نیستند. تعداد اتباع بیگانه بسیار بسیار بیشتر از اینها بوده تو تشییع جنازه های. و مردم ایران خوشحالند از این اتفاق. عده بسیار زیادی هم دیده میشه که ابراز خوشحالی میکنند. واقعا براش احترام میذاریم. همین 10 روز پیش نامه رهبری به دانشجویان آمریکایی حدود 16 میلیون بار فقط اینجا بازنشر شد. از شما برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین سپاسگزارم. ما به رهبر ایران افتخار میکنیم، زیرا ایشان با سخنرانی ها و نامه های خود بیداری را به جوانان هدیه کردند. اما اینها به چشمشان نیامد، نه این حرفا، نه عدد آن بازنشرها. آیت الله خامنه ای در نامه ای از اعتراض آنها ستایش کرده و آنها را بخشی از جبهه مقاومت خوانده. نامه آقای خامنه ای در بین بعضی مقام های آمریکایی و اسرائیلی و همچنین بعضی رسانه ها واکنش های منفی داشته و نه حتی واکنش های اصلی مقامات آمریکایی. بسیاری از دانشجویان ما به این دیدگاه رهبر ایران افتخار می کنند. دانشگاه هایی که در آن تحصیل می کنند یک درس تاریخ را به آنها مدیون هستند.
رهبر ایران دانشجویان در آمریکا را تحسین کردند. مبارزه ای شرافتمندانه را آغاز کرده اید. حالا حدود 20 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، ماجرا را اینطور روایت می کنند. حضور مردم هیچ تأثیری بر کشور نداره. تعداد خیلی زیادی از اونها، اکثریت اونها پای صندوق های رأی نرند. دوباره نگرانند. اغلب مخاطبان گفتند که در این انتخابات فرمایشی شرکت نخواهند کرد. نگرانند از حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های رأی، مردمی که هرچند روی مانیتورهای شبکه‌هایشان دیده نمی‌شوند، اما پیداست حضور و حماسه‌شان در اتاق‌های رصد به چشم همه این آدم‌ها آمده. نگرانیشان از همین است، از تکرار حماسه. عاطفه گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. نام 121 زن و کودک در فهرست شهدای قتل عام نوسیرات. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای این جنایت به 274 نفر رسیده. رئیس دفتر اطلاع رسانی غزه هم گفت صهیونیست‌ها با 250 حمله هوایی 89 خانه و ساختمان مسکونی را بمباران کردند. مقامات بهداشتی غزه هم درباره وضع بیمارستان الاقصا به عنوان تنها بیمارستانی که برای 1,000,000 آواره مناطق مرکزی خدمت رسانی می‌کند هشدار دادند. با حملات تازه صهیونیست‌ها به مناطق مرکزی از جمله اردوگاه البرج، دیرالبلح و نوسیرات، پیکر ده‌ها شهید و مجروح به این بیمارستان منتقل شده. گردان‌های قسام هم اعلام کرده ارتش رژیم صهیونیستی در جنایت دیروز برای آزادی 4 اسیر خود، 3 اسیر دیگر از جمله 1 آمریکایی را به کشتن داده. مقاومت فلسطین بالگرد آپاچی رژیم صهیونیستی را در جنوب نوار غزه با موشک هدف قرار داد. نیروهای مقاومت همچنین چندین تجمع نظامیان صهیونیست را در رفح هدف حملات خود قرار دادند و تصاویری را هم از هدف قرار دادن تانک مرکاوای 4 رژیم صهیونیستی در اردوگاه جبالیا منتشر کردند. مقاومت لبنان در پاسخ به حملات به جنوب این کشور چند پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. حزب الله مناطق الجلیل و جولان اشغالی را هم در شمال سرزمین‌های اشغالی موشکباران کرد که طبق اذعان شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی، سامانه گنبد آهنین در رهگیری موشک‌ها ناکام بوده است. پاسخ یمنی ها به جنایت کشتار اردوگاه نوسیرات در نوار غزه، 3 کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد یگان موشکی این کشور چند موشک بالستیک به سمت ناوشکن انگلیسی دایموند در دریای سرخ شلیک کرد. یحیی سری گفت 2 کشتی هم که ممنوعیت دسترسی به بندرهای سرزمین های اشغالی را نقض کرده بودند با موشک های دریایی و بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. کمک به سودآوری صنایع بورسی با 4 مصوبه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. در جلسه امروز ستاد مقرر شد دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی وزارت نفت به سرعت اصلاح و ابلاغ شود. مصوبه لازم برای جلوگیری از خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس هم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد. همچنین قرار شد بانک مرکزی درباره کاهش میزان سود بانکی به اقدام‌های نظارتیش ادامه بدهد. دولت هم بودجه‌ای که مجلس برای معافیت مالیاتی صنایع بورسی در نظر گرفته به سرعت تامین کنه. بسیار متشکریم از همراهیتون. شب آرامی داشته باشید و خداحافظ.